همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان برای ارائه جزئیات بیشتر. مهران اصلا بشنویم چه جزئیات بیشتر در مورد این خبر میتونی برای ما ارائه بدیم؟ خب مرزی روز 30 خرداد بود که پلیس آلبانی، پلیس ویژه آلبانی عملیات ویژه‌ای رو در کمپ اشرف 3 انجام داد. کامپیوتر، هارد کیس و هاردهای زیادی رو از کمپ اشرف 3 ضبط کرد. از طرف دادگاه ویژه آلبانی، پلیس ویژه آلبانی، دادستانی و سپاک که نیروی ویژه ضد فساد هست، سازمان مجاهدین متهمه که در کمپ اشرف 3 حملات سایبری به سازمان‌ها و نهادهای خارجی داشته. خب بعد از ضبط در واقع این موارد در کمپ اشرف 3، یک هفته بعد از اون خبرگزاری فارس به نقل از سپهر خلجی، رئیس شورای رسانه‌ای دولت اشاره به این داشت که برخی از این کامپیوترهای ضبط شده به ایران ارسال شده. سپهر خلجی تلویحا در توییتش نوشته بود که برخی از کامپیوتر، هاردها و کیس‌ها به ایران رسیده و دارن اونها رو بازیابی میکنن، اطلاعات اونها رو بازبینی میکنن و دارن در واقع کسانی رو که با سازمان مجاهدین ارتباط داشتن بررسی میکنن. بعد از اون من با پلیس آلبانی تماس گرفتم، با وزارت کشور آلبانی تماس گرفتم. کسی که در واقع نزدیک به پلیس ویژه آلبانی، همون روز هفته گذشته زمانی که خبرگزاری فارس این خبر رو منتشر کرده بود، این خبر رو تکذیب کرد. اما امروز صبح در واقع پلیس آلبانی به طور رسمی جواب ایران اینترنشنال رو داد و تکذیب کرد این خبر رو و گفت تمام کامپیوترها و تمام موارد ضبط شده در دست پلیس دورس هست. دورس منطقه‌ای در آلبانی است، حدود 30 کیلومتری شهر تیرانا، پایتخت آلبانی که من در واقع کمپ اشرف 3 اونجا قرار داره. و اشاره به این داشت در رابطه با تحقیقاتی که روی این کامپیوترها، روی این هاردها داره انجام میشه، همه کارشناسانی هستند از آلبانی، از اداره دادستانی و پلیس ویژه، و در این رابطه نه کامپیوتری به کشوری خارج از آلبانی ارسال شده و نه با دولت و یا فرد ایرانی در رابطه با تحقیقات در این زمینه تماسی گرفته شده. در جوابیه پلیس اومده که تمام این اخباری که مربوط به ارسال کامپیوترها هست کذبه و کسانی که این خبر رو در واقع رسانه‌ای کردن، هدفشون فقط رسوندن اطلاعات نیست، بلکه اهداف دیگه‌ای دارن. خب شاید پلیس آلبانی تلویحاً اشاره کرده با این خبری که ایران در واقع منتشر کرده میتونه سرکوب ها رو گسترده تر کنه در ایران، به این بهانه بگه خب افراد زیادی میتونن با سازمان مجاهدین ارتباط داشته باشن و این گونه بتونه اونها رو مورد آزار و اذیت قرار بده. باید بگم حدود 1 سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلبانی بسته شده. سفیر جمهوری اسلامی ایران از آلبانی سال گذشته به دلیل حملات سایبری جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های آلبانی از این کشور اخراج شده. من برای گزارش حدود 15 روز پیش به آلبانی رفته بودم، با مقامات آلبانی، با 2 تا از نماینده‌های پارلمان دیدار داشتم. اونها اشاره این داشتن که هیچ گونه برنامه‌ای برای گرفتن ارتباط با جمهوری اسلامی ندارن و این موضوعی که در واقع عملیات ویژه پلیس بوده هیچ گونه ارتباطی به جمهوری اسلامی نداره. متشکرم از تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم.